برند خودتون رو نابود نکنید. خیلی از عزیزان هستن، من باهاشون مذاکره کردم بارها، یه سری قلقا رو یاد میگیرم متاسفانه، در جای اشتباه استفاده میکنن، به جای اینکه برندسازی بشه برندسوزی میشه. یعنی خودشون رو نابود میکنن. بعدی داستان کجاست؟ شما وقتی یک حرکت اشتباه انجام بدید و جلو یک فردی ضایع بشید، نابود بشید، این فرد میاد این موضوع رو اطلاع رسانی میکنه به دیگران که فلان شخص تو بازار دروغگوه، کلاهبرداره، جنساش فیکه. خب این فرد میاد، چون اگه جنس با کیفیت بدن آیا میاد تبلیغ کنه که فلان شخص مثلا خیلی جنسای با کیفیت داره؟ نه. یعنی شما یه رستوران بزن، من بارها گفتم کافیه توی غذای شما یه بار یه تیکه مو پیدا بشه. مردم متاسفانه تا یک بدی میبینن یه حس دستشون میگیره که بیام اینو علنی کنم و اثبات کنم من خیلی باهوشم. اینگار خودشون مأمور خراب کردن تو، یه جور حس میکنه که خیلی قویه، یه اعتماد به نفسی پیدا میکنه. شما الان میرید مثلا توی این ایام تعطیلات میرید سفر میکنید، میرید حالا تو رستوران های مختلف، میرید لب دریا، از سرویس ها و خدمات مختلف استفاده میکنید، یه جاهای درگیری میبینی، یعنی فرد کلی آپشن خدمات گذاشته هیچ کدوم دیده نمیشه. بله. یه تیکه کافیه گوشه میز مثلا چی کثیف باشه، آی فلان یکی بفرست اینجا رو تمیز کنه، تمومش. که چی؟ بلندم میگه، یعنی بعضی هستن مثلا نمیخوان اصلا شرکت، خودش میره دستمالش رو میگیره و میزو مثلا تهش تمیز میکنه، یا میگه یواشکی دیگران رو خبردار نمیکنه. کسی که میخواد دیگران رو خبردار کنه مفهومش چیه؟ میتونی به این موضوع با دقت فکر کنی چرا داره تخریب میکنه؟ میخواد با، چون میدونه تو اعتبار داری، میدونه شهرت داری، معروف شدی، میگه من اگر یه انسان معروف رو تخریب کنم، خرابش کنم، چی میشه؟ من از این فرصت انگار استفاده کردم و خودم رو معروف کردم.